عبدالرضا کاهانی کارگردان سینما گفته فشارهای وزارت ارشاد اکران و پخش فیلم توقیف شدهش در ایران رو حتی در خارج از کشور متوقف کرده. ارادتمند نازنین بهار تینا در سال 1394 در ایران ساخته شد و داستان زندگی سه زنه که سبک زندگیشون با قوانین حاکم در کشور سازگار نیست. این فیلم در ایران اجازه اکران پیدا نکرد اما عبدالرضا کاهانی اخیراً سعی کرده بود اون رو در خارج از کشور به نمایش در بیاره. خود آقای کاهانی نویسنده و کارگردان سینما با ما همراه شدن. آقای کاهانی چه فیلم پردردسری شد این ارادتمند نازنین تینا و او اسم اون یکیشون رو متاسفانه یادم رفت بهاره، چه شد که نتونستین حتی در خارج از کشور این فیلم رو اکران بکنیم؟ سلام میکنم به شما و همه کسانی که دارن ما رو تماشا میکنن. من واقعیت اینه که اومدم به برنامه شما که بگم ای کاش این فیلم رو اصلا نساخته بودم، یا اگر ساخته بودم که ساختم طوری میساختم که هرگز وزارت ارشاد یا نهادهای دیگه در ذهن من نمی بود. حالا که نمایش داده نمیشه، کاش اون طوری میساختم که اگر بایگانی هم میشد جوری بایگانی بشه که لااقل سند درست تصویری و کاملی از زندگی واقعی آدم‌ها و دختران، برخی دختران باشه در سالی که این فیلم ساخته شده. متاسفانه من در رعایت کردم به نظر خودم قوانینی که میتونست کمک بکنه به نمایش فیلم، ولی با این حال فیلم نمایش داده نشد. خب همه تلاشم هم کردم که شما در جریان هستید. عذرخواهی هم میکنم از تمام کسانی که منتظر بودن من کاری بکنم و نتونستم. این فشارها چی بود که شما حتی نتونستین در خارج از کشور این فیلم رو منتشر کنین اونطور که صحبتش رو کرده بودین؟ فشار به دوستان من وارد میشه و خب من هم به خاطر دوستانم مجبورم که از نمایش فیلم در واقع انصراف بدم. فشار به شرکای فیلم میاد و کسانی که به نوعی با من در ارتباطن و میتونن با فشار آوردن به اونها باعث بشن که من تصمیم دیگه‌ای بگیرم علیه نمایش فیلم. چه نهادهایی دقیقاً این فشارها رو وارد میکنن آقای کاهانی به دوستان اطرافیان شما؟ من پس از پایان فیلم برداری کسی این ماجرا رو نمیدونه، ولی خب به وزارت اطلاعات رفتم با یکی از هنرمندان فیلم، بلافاصله بعد از فیلم برداری بود و خب پس از فیلم برداری هم که زمانی که فیلم به وزارت ارشاد رسید، قبل از اینکه وزارت ارشاد فیلم رو دیده باشه وزارت اطلاعات دیده بود و وزارت ارشاد نمیدونست البته این ماجرا رو. اونا بعد فیلم رو دیدن و خب این داستان ما در این چند سال با وزارت ارشاد ادامه داره. آقای کاهانی یه خورده از این بحث فاصله بگیریم، به فیلم‌های شما بسازیم، یه چیز بپردازیم. یه مسئله‌ای که توی فیلم‌های شما در 20 در اسب دیده شد این بیجا بودن آدم هاست. چرا اینقدر این موضوع براتون مهمه؟ چقدر توی این فیلم اخیرتون پررنگ بوده و الان که خودتون ایران نیستین، آیا چیز مشترکی با این دغدغه همیشگیتون توی این فیلم‌ها احساس می‌کنین؟ واقعیت اینه که من به همون جایی رسیدم که از بچگی فکر میکردم، یعنی دوست داشتم که شناسنامه نداشته باشم و متعلق به جایی نباشم. الان احساس میکنم که به آرزوی خودم رسیدم و فقط دردی که دارم اینه که چرا ما نمیتونیم کنار همدیگه باشیم و از همدیگه دفاع بکنیم. من خیلی تلاش کردم برای همکارانم، برای سینما، برای فیلم‌هایی که الان راحت دارم به نمایش در میان و خب همیشه فکر میکنم که اتحاد من فقط با خودم بوده و کسی
کنار من نبوده، چه از داخل فیلم ها، چه از بیرون فیلم ها، چه از جامعه سینما متاسفانه. و ما چیزی که بلد نیستیم اتحاده. بنابراین من آخرین تلاشم رو فکر میکنم که کردم برای فیلم ارادتمند، و این تنهایی باعث میشه که در برنامه شما اعلام بکنم که به نظر من کافیه و بهتره که دیگه نه شما رو خسته کنم، نه مردم رو خسته کنم، نه خودم رو. و هر زمان فیلم نمایش داده شد، بدونید اون زمان یک اتحادی بین همه ما برقرار شده، نه فقط به خاطر فیلم، به خاطر خیلی از چیزهایی که ما در جامعه به همین دلیل نداریم متاسفانه. امیدوارم که روزی اونها رو با اتحاد به دست بیاریم. یکی نمیره برای دیگران، همه با هم دست در دست هم بمیریم. من فکر میکنم کافیه دیگه اینقدر که کمک کردم تا دیگران با ضربه خوردن من اونها پیشرفت کنن. ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما. عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان فیلم از کانادا با ما همراه بودید.